منابع بزرگ آبی کشور هنوز هم از استفاده و بهره برداری از حکومت افغانستان خارج است. منابع آبی که بیشتر کشورهای همسایه از آن سود میبرد، اما افغانستان با محدودیت‌های ظرفیتی، مالی و امنیتی موجی است که نتوانسته از این آب‌ها به گونه درست آن استفاده کند. شما میفهمید که ما محدودیت‌های بسیار زیادی داریم، محدودیت ظرفیت داریم، محدودیت بخش ملیر داریم، محدودیت امنیت داریم و به همین دلیل بیان مایی بود که برنامه ما اینی اولویت ما اینه که تا جایی که امکان داشته باشه برقر با قیمت مناسب و با قیمت و کیفیت مناسب ما به مناطق مختلف افغانستان ارائه کنیم. اما در نشست سام، پاسخگوی حکومت افغانستان نسبت به تعهداتش در کنفرانس لندن و توکیو که در کابل برگزار شد، حکومت افغانستان در زمینه اولویت‌های انرژی روی سه محور مهم بحث و گفتگو کرده و تعهد کرده است تا این کارها را در زمینه انرژی به سر می‌رساند. شروع مبارزه ما با فساد اداری که نتایج جرأتمند شما در پلان‌های 100 روزه وزارت انرژی و آب افغانستان هم با خبر میشیم. بحث ظرفیت سازی که ما در وزارت انرژی و آب شروع کردیم و تدوین برنامه‌های خود اتکایی که در وزارت انرژی و آب انجام شده، این باعثی بود که از تعهدات خود به کنفرانس لندن ما صحبت کردیم. با این همه وزارت انرژی و آب از آغاز کار سه بند برق بزرگ آبی به شمول 20 پروژه بند برق کوچک در سال آینده خبر داده تاکید دارد. اگر وجوه مالی این پروژه ها در اختیار این وزارت قرار گیرد، کار عملی این پروژه ها آغاز می شود. سه بند عمده که ما بیان کردم، بند کمالخان، بند کجکی و بند دهله. روی بندهای برق کنر هم کار در وزارت انرژی و آب شروع کردیم، تا حال در این بخش کار انجام نشده بود. مثلا دیگه ما از بندهای بزرگ، بند باغدره امیال با یک کمپانی چینی ما صحبت داریم. درفت اول تفاهم‌نامه با کمپانی آماده شده. یکی از خواسته های حکومت افغانستان از جامعه جهانی در نشست سام همکاری 50 میگاوات انرژی برق آفتابی است که وزیر انرژی و آب می‌افزاید که اگر پروژه های کلان انرژی که روی دست است از سوی جامعه جهانی همکاری شود، در سالهای آینده بیشتر مناطقی که دسترسی به انرژی برق ندارند از نور برق مستفید می‌شوند.